پایان جلسه و دوستانی که میخوان سوال دارن بفرمایید که دستاشون رو بلند کنن من ببینم، غیر از اونایی که دو سه نفری که اول دست بلند کردن. بسیار شما که اول بگید فرمایید. شما بعد شما اونطور که من توی سخنرانی قبلی شما شنیدم، شما اعتقادی زیاد به حدیث نمیدید، حدیث و روایت نداریم و بیشتر دنبال هسته مرکزی اسلام میشه از اون رو هسته مرکزی اسلام بودم چیه لیهن؟ آیا آیه هست؟ کتاب؟ قرآن؟ چیه؟ همین نه همین سوال هم برگرش هم میخوام چیز دار بدم هر دو بلیه میگیم که من شما از چناف قبلی که دارم قرآنه با نواقصات قرآن اسلام میخواییم چکار کنیم ما فقط یه سوره از قرآن من میتونم واسه تون بگم که سه تا آیه ازش میگم تو آیه اولی گفته من آتئیستم من رو باید گردن بزنم سوره نساء 11 سوره آیه 23 بامش گفته زن شوهردار بر مردم بر مسلمان ها حرام است مگر در جنگ با کفار آن را اسیر بگیرید. مگر داره آیه 34ش میگه زن تو وقتی حرف تو گوش نمیده میتونی بزنی، یعنی میگم پاشو جوراب منو بشور، میگه بوم میده چندشم میاد میتونی بزنی دندوناشو بری زمین. مگری نداریم آیه تبصره‌ای نداره درسته یا نه؟ میگه میتونید قرآنه آیه به آیه گفتم این تا اینجا. سوال بعدیم در مورد دوستان وزاره عزیز روشنفکر دانشجو من دانشجو بودیم 9 سال دانشگاه رفتم الان اینجا باید دربون باستم صرف به خاطر سیاسی بودم. شما آقای نیکفر دست زدیم به خاطر سخنرانی قشنگش بعد آقای سروش هم دست میزنید واقعا ایشون از مارکس تمجید کردن بزرگترین منتقد مارکس اینجا نشسته ایدئولوژی شیطانی که اصلا شماست درسته؟ انتقاد از مارکس ایشون گفتن بود جمهوری اسلامی باید بره ایشون خود جمهوری اسلامیه یه بیوگرافی کوچیک از ایشون بگم واسه کسایی که نمیدونن از قبل از یک هو خمینی برای شما شد آدم بده بعد سال 86 بعد 30 سال اوکی بعد شد شما شروع کردیم مثلا درست فکر کردم چرا یک بار از ماها سایه نکردیم نوبت ایشون بود یکم دیگه جواب بده بعد شما جواب بده سوالات نوبت برو دوباره سوالو بپرس. کجا میتونم؟ همینجا بپرس. شما خودت خیلی ممنون که اجازه دادم گذاشتید که صحبت کنیم. من 2 تا سوال از شما دارم. با شما هم شخصاً موقع تو ستاد نگاه فرهنگی بودیم سال 59 اولین بیانیه رو برای حسن حبیبی، آقای حمزشی و آقای شهرت مدد تو مایی بودیم تطور متحل اسلام با برای کزانش باز من دانشجو بودم تازه کنکور قبول شده بودم گناه هم به این گوش که سازمان جوانان اتحادیه کارگران بیکار بودم تو قرچه که برامی داشتم کار میکردم توی دانشگاه هم میرسن طبیعی شما کنون دقیقه سالای 15-15 چی بودم دقیقه هم بیدیم چی شما همین الان توی یوتیوب بدن سخنرانی آقای عبدالکریم سرور صدا و سیما 23 خرداد 1350 رو شما دارید میانید همون جوری که امام عزیز فرمودن اسکانشگاه رو باید متحد کرد معنای با استناد به اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی 700 استاد از کار بیکار شدن که غیر اسلامی بودن مثلا این آقای هزاران دانشجو از دانشگاه ها افراز شدن دانشگاه ها را تحریم کردن صحبت و دفاعی که شما خودتون دقیقاً یادتون هستش حتی بعضاً هم انتقاد میکنید در صدا و سیمای اون موقع میگیم آقای هم داشت من مجرمی نیست دقیق‌تر میگیم
ازش آمد تو پشم داره دشمن من بود اینو گفت الان هم هستش صحبت های شما باعث شد چی؟ باعث شد کسای این حاج بخشی باتی کماندو اکبر گنجی که میگفتن اکبر کنس اونا در خیابان عمل کردن خودتون شاهد بود کافیه ببینید فیلم نیمه پنهان اگر اشتباه نکنم نیکی کریمی رو ببینید سرگذشت خانمی که تو قضایای دانشگاه هستش و میره اومد ببینه من اون نسلم شما ممکنه کسی رو نکشید شنزه نکردید اوکی شخصا نکردید ولی شما در کنار حکومتی بینتون میگم 59 تا اونجایی که حضور زندانم تا آخر سال 61 30 سال اوکی توی اون دوره شما مسئول بودید حداقل از موضع برابر برخورد کردن که بیاین از اون دولت خاطر از معذرت‌خواهی رسمی از مردم از همه اون کسایی که الان دم از سکولاریسمش دارین می‌زنی اونو بگین این ابتدایی ترین پیشرفته شما دارین میگین میگی یکی از میوه‌های انقلاب اسلامی بود که لوتر لوتریسم اینا نداره این میوه که همه هم دارین دفاع می‌کنین نقدش می‌کنین از اون بعد میگین میوه انقلاب شما میوه انقلاب اسلامی چه کفایی چه نه در نتیجه من احترام می‌ذارم هر آدم مذهبی دفاع بکنه حتی ماکس هم نقد بکنه کاملا رو که برای شما به ابتدایی تر شرط اول و ابتدایی که از اون دورتی که بودید از مردم مذهب کنید بکنید در ضمن من از سنات حزب کمیس کارگری ایران صحبت میکنم بزن کنید نه ببینید گفتید به من ساکت باشم هیچی نگم منم گفتم به احترام شما فقط نقطه آقای سروش گوش بکنه پاسخ بده متشکرم از شما که نوبت رو به من دادید قبل از ببین 6 دقیقه قبل از هر چیز قبل از هر چیز من اجازه بدید شما چرا اومدید من اومدم نقد کنم من اومدم نقد کنم آخه من چرا ساکت دوستان من نسرین رمضان علی هستم کادر حزب کمونیست کارگری ایران و در واقع من از شهری اومدم سنندج که آقای بنی صدر گفت ارتشی ها سرباز ها پوتین هاتون رو در نیارید تا قائله کردستان رو دروغ است دروغ است اجازه بدید من نه دروغ نمیگم من از بنی صدر دفاع نمی کنم ولی بنی صدر جواب داد اون در رابطه با گرو بانکی بود نه حقیقتو باید گفت من دو برادرم و همسرم توسط جمهوری اسلامی کشته شدن من زخم خورده ای هستم که وقتی چشممو باز کردم شب تن همسنگران و همرزمانم رو لمس کردم من اینجا خوشحالم آقای سروش اومده و نقد های کج و مقجی داره هنوز تماما به جمهوری اسلامی هم نه بازم میگم خوشحالم که میگه من تعلق به اون تاریخ ندارم ولی میگم تاریخ رو نمیتونی فراموش کنی آقای سروش این صحبت شما لطفا پخش میکنم جوابشو بدید که شما در رابطه دیدید؟ میگه دانشگاه رو میخواییم کنم من میگم امروز اون موقعی که ایشون صحبت کرد گفتش دانشجوها جنبش دانشجوی سرکوب شد اون موقع که پونس رو با روسری به پیشونی دانشجوها و زنان چسبوندی امروز اومدی اینجا معذرت خواستی از مردم نکردید و بعد از کنفرانسی که در تورنتو داشتن اومدن نوشتن و انسان‌های آزادی‌خواه برابری
آتئیست ها کمونیست ها رو متهم کرده. مهر سکوت اگه در جمهوری اسلامی با زندان و شکنجه هستش، اینجا اومدید جلسه ما رو به هم بزنید؟ نه دوستان گرامی، نیومدیم جلسه کسی رو به هم بزنیم و در کشوری زندگی میکنیم که همه حق بیان دارن و من اینجا به عنوان کسی که نماینده همون جنبش دانشجویی، نماینده جنبش زنانم، نماینده کارگرانی هستم که شورا نماینده ما نیستی خواهد کردم نماینده زنان برم شما تاریخ زنان شما با استناد به آیات قرآن اجازه بدید همین دوست گرامی گفتن شما یک بازیچه دست مرد هستید شما حق خودتون هم حتی ادا نکردید شما حق خودتون دفاع کنید شما مادرهایی که تمام به زندگیشون نشستن گریه کردن سر قبر بچه هاشون اونا چی میشه؟ اینایی که گفتن نماینده ما نیستی نمایندهشون اونجا نشست. آره نمایندهتون اینجا نشسته. چرا؟ در کنار خمینی همه رو در کنار خمینی همه جوانان چرا یه بابا را همیشه جواب نمیدی؟ چرا همیشه سفسطه بازی میکنی؟ یه بار جواب بده، ترسو نباش، بزدل نباش، تو باید جواب بدی در مقابل مردم ایران. بسه ترسوی و بزدلی بسه. حکومت از زمان هیچ موقع نخون میشه من قدم آخون نخون کنم یه دیگه